بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوندی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید. شاگردای خوب صنف هفتم سلام، امیدوار هستم که حال همه شما عزیزان خوب باشه و درسایتان رو به خوبی یاد گرفته باشید. در برای جلسه امروز ما برای شما انجام یک فعالیت که در کتاب درسی شما هم آمده تهیه کردیم که انشالله شما از دوربین با ما همراه هستید و نتیجه آخر و اون نمونه ایره که ما برای شما آماده کردم میبینید. تا انشالله اگر زمانی در کدام جایی با میکروسکوپ و نمونه و تهیه سلاید سر و کار داشتید، براحتی بتانید این کار انجام بدید. برای انجام این کار ما احتیاج به یک عدد میکروسکوپ نوری داریم که همینطور که در جلسات درسی برای شما تشریح شد، میکروسکوپ های نوری ما دو عدد بودن یا دو نوع بودن که بسته به این هست که عدسی چشمی یک عدد باشه یا ما در عدسی چشمی دو عدسی داشته باشیم، که این میکروسکوپی را که امروز ما برای شما آماده کردیم از نوع میکروسکوپ نوری با یک عدسی چشمی هست. خب با اجزای میکروسکوپ قبلا آشنا شدید، حالا شما باید این را به طور عملی اینجا پیاده کنید و یاد بگیرید که هر کدام از اینا را در چی مواقعی از اونها استفاده کنید. ما در میکروسکوپ ها یا به عبارتی در میکروسکوپ های نوری دو عدسی داشتیم. عدسی چشمی که از این بالا ما نمونه را نگاه میکنیم و عدسی شیعی. که این عدسی شیعی در بعضی از میکروسکوپ ها سه عدد هست با سه قدرت بزرگ نمایی، که لنز چهار، لنز ده و لنز چهل داره و نوع دو چشمی اونا بزرگ نمایی صدر هم در اینجا داره. یعنی در این قسمت ما چهار عدسی را میبینیم که به نام عدسی شیعی یا ابجکتیو نامیده میشه. خب بدنه میکروسکوپ هست که میکروسکوپ ها گرفته میشه و این میکروسکوپ ها به کمک این بدنه قابل جابجایی هست. یک استیج داشتیم شاگردای خوب، اگه یاد شما باشه در این استیج ما نمونه یا اسلاید را که تهیه کردیم بر روی استیج این را میذاشتیم و به کمک دو تا گیره این نمونه را فیکس یا ثابت میکردیم. پیچ داریم، پیچ مایکرو داریم که به کمک ای پیچ استیج به سمت بالا و پایین حرکت میدیم، که معمولا برای شروع کار برای شما شاگردای خوب بهتره زمانی که نمونه رو در بالای استیج قرار دادید استیج به کمک مایکرو، پیچ مایکرو به پایین ترین سطح قرار بدین و آهسته آهسته به سمت بالا ببرین. البته یک نوع دیگرش هم در کسانی که تجربه بیشتری داره هست که ایره در بالاترین سطح میبرن و آهسته آهسته پایین میارن، اما در ابتدای کار شما بهتره استیج در پایین ترین قسمت قرار بدین. منبع نوری که در اینجا هست، چون این میکروسکوپ نوری ما به کمک نور لامپ یا جریان برق کار میکنه، ما در این قسمت منبع نور داریم که نور از این قسمت پایین تابیده میشه، از دیافراگم رد میشه از زیر نمونه و نمونه ای که بروی استیج داره توسط عدسی شیعی تنظیم میشه و در عدسی کلر یا چشمی دیده میشه. میکروسکوپ های ما در بدنه خود یک ساکت قطع و وصل داره که اینجا برق خاموش روشن میکنیم یا منبع نور ما قطع میکنیم. تا در ابتدا ما ایره در حالت خاموش قرار میدیم
که در بعضی از میکروسکوپ ها در پهلو و در بعضی دیگه که مانند این نمونه ما و شما هست بر روی پایه پایین قرار گرفته است. این به حالت ابتدا به حالت خاموش ما و شما قرار میدیم و میریم تا نمونه اسلاید خودمون آماده کنیم. اما برای تهیه این اسلاید ما ضرورت به چی موادی داریم؟ مواد بسیار ابتدایی هست. ما ابتدا از یک پیاز استفاده کردیم که البته اگه شما به مواد رنگی مثل متیلن یا آبی متیلن دسترسی ندارید میتونید از پیاز سرخ یا پیاز رنگه استفاده کنید که دیگه نیاز به رنگ‌آمیزی نداره. خب یک عدد پنس ضرورت داریم که به کمک این پنس او لایه پیازه که در روی لام قرار دادیم او را دقت میکنیم تا چملک یا چروکیدن نشود. یک عدد چاقوی تیز یا تیغه نیاز داریم برای برش زدن و یک تکه ای از اون نمونه یا پیاز ما که ما چون اینجا پیاز رنگه نداشتیم اما مواد رنگه داشتیم میخواستیم برای شما مراحل رنگ‌آمیزی رو هم یاد بدیم. خب میتونیم از قطره چکان یا یک سرنج استفاده کنیم برای گرفتن رنگ از داخل بطری رنگ. خب ما مهمترین چیزی که در اینجا ضرورت داریم یک صفحه مستطیلی شکل شیشه‌ای به نام اسلاید هست که این میشه پایه اسلاید ما و یک صفحه مربعی شکلی که کور اسلاید نام داره که اینها را هم در دوران تدریس برای شما کاملا واضح و مشخص توضیح دادیم. خب این وسایل مورد نیاز و ضرورت برای این هست که ما و شما یک نمونه ای از حجرات نباتی را تهیه کنیم و در زیر میکروسکوپ مشاهده کنیم. خب شاگردای خوب دقت داشته باشید که کور اسلاید ها چون یک شیشه های مکعبی بسیار خرد هسته اینا در داخل یک مکعب شیشه ای نگهداری میشه و برای برداشتن کور اسلاید ها ما و شما با دو انگشت خودمون از زیر یا پایین این صفحه مکعب شیشه ای میگیریم و با دو انگشت دیگه در پوش ایره بر میداریم و کور اسلاید ها در داخل یک صفحه کاغذی یا دستمال کاغذی قرار گرفته که برای برداشتنش هرگز انگشت شست خودمون رو بر روی کور اسلاید نمیمالیم بلکه از دو طرفش با انگشت شست خودمون با دو انگشتمون کور اسلاید ها رو برمیداریم. پس طریقه برداشتن و گذاشتن سر جای اولیه کور اسلاید ها به همین صورت است، چرا که اگر ما با انگشت خودمون بر روی صفحه کور اسلاید بمالیم ای باعث میشه که ما تصاویر را به وضوح و خوب نبینیم. خب نمونه ایره که ما و شما امروز میخواییم ازش اسلاید تهیه کنیم یک تکه از پیاز هست که گفتیم اگر پیاز رنگه باشه کار شما بسیار ساده میشه، اما ما چون پیاز سفید داریم خودمون رنگ‌آمیزی رو هم انجام میدیم. خب این قسمت پیاز به کمک یک چاقوی تیز یا یک تیغه یک برش بسیار نازک فقط در سطحش برش میزنیم. این عمیق برش نزنین که به دو تکه جدا تقسیم شوه. سطح پیاز رو یک برش بسیار نازک میدیم و این آهسته به سمت داخل میشکنیم و زمانی که ایره شکستیم دو بخش پیاز بر روی یکدیگر یک کمی فشار میدیم و اینا رو آهسته بر روی همدیگه میلغزونیم تا همون لایه نازک داخلی پیاز جدا شوه. میبینین که به راحتی این لایه جدا شد که اگه شما این کارو با دقت انجام ندین این لایه نازک پیاز تکه تکه میشه و برای ما و شما کار ما سخت تر میشه. حالا این یک تکه بزرگ ما یک تکه کوچک از زیر نیاز داریم که از پیازمون جدا میکنیم و بروی به کمک پنس ایره گرفته بروی اسلاید قرار میدیم. این پنس به ما این کمک میکنه که همین قسمت های این پوست پیاز ما و شما که چملک یا چروک شده را با این صاف میکنیم. ما یک تکه کوچکی هم اگر ازی داشته باشیم برای ما و شما کفایت میکنه. خب این نمونه ما و شما حال آماده یه. شاید در این زمانی که ما یه اسلاید آماده میکنیم همونطور که شما در تصویر میبینین در بعضی قسمت ها زخیم باشه. این هیچ ضرورت نداره چون در قسمت زخیم خوب حجرات مشاهده نمیشه. ما یک تکه بسیار کوچکی از یک ساحه نازک نیاز داریم و برای ما و شما کفایت میکنه. خب حالا این
اسلاید یا لام یا اسلاید خودمون رو در یک جای مناسب قرار میدیم و میخواییم رنگ آمیزی کنیم. از رنگ میتیلین بلو یا رنگ آبی میتیلین یک قطره بسیار کمی رو بر میداریم و یک قطره بسیار کوچکی رو بر روی نمونه پیاز خودمون یا همین اسلاید خودمون میریزیم. این به جهت از این هست که با این کار ما و شما هسته ای حجرات نباتی رنگ میگیره و ما این هسته ها رو به خوبی به داخل در زیر میکروسکوپ مشاهده میکنیم. خب به کمک یک چوب کبریت یا به نوک همو پنس کمک میگیریم و این رنگ رو پخش میکنیم. این رنگ رو پخش میکنیم تا نازک شود. اما کار بسیار مهم و دقت زیاد شما اینجی مورد نیاز است. طریقه گذاشتن همین کرسلاید یا لامل ما یا همین شیشه مکعبی کوچک بر روی نمونه. این طوری به دست خودتان بگیرید که شما راحت حرکت بدید. با زاویه 45 درجه کرسلاید را بر روی اسلاید قرار میدیم و زمانی که این را به زاویه 45 درجه گذاشتیم آرام آرام به سلاید نزدیک میکنیم و در آخر به روی نمونه رها میکنیم. خب این نمونه ای که ما و شما تهیه کردیم یک نمونه از حجرات نباتی پوست پیاز بود که رنگ هم نداشت و ما و شما ای را رنگ آمیزی کردیم. حالا نمونه ما و شما آماده است. در شرایط آزمایشگاهی بهتره که ما چندین نمونه را تهیه کنیم. به خاطر از این هست که هر کدام که نازکتر و رنگ بهتری گرفته باشه همون ما به عنوان حجره مورد نظر استفاده کنیم. خب نمونه آماده شده را به روی استیج قرار میدیم. ابتدا استیج به کمک پیچ مایکرو به پایین ترین سطح میاریم و اسلاید خودمون رو روی استیج میگذاریم و توسط گیره‌ای که در دو طرفش هست فیکس میکنیم. مایکروسکوپ های نوری یک چشمی ساده تر است و از یک طرف گیره داره، اما دو چشمی ها از دو طرف گیره داره که ما به کمک ای گیره ها که مانند دو انگشت دست است نمونه را ثابت میکنیم که چرخش یا حرکتی نداشته باشه. خب یک پیچ دیگه هم در این بالا ما داریم که نمونه ما و شما را حرکت به سمت جلو میده. یعنی چی به سمت جلو؟ یعنی اینکه زمانی که ما نمونه را بر روی استیج قرار دادیم از این بالا ما و شما از کنار که نگاه کنیم به نظر میرسه که نمونه کاملا بر روی همین دریچه قرار داره، اما اگر یکم دورتر باشه پیدا کردنش سخته. این کاملا نمونه را طوری جابجا میکنیم که همون نوری که از پایین میتابه بر روی نمونه ما و شما باشه. خب این هم در پایین ترین حد استیج بود. عدسی 4 را تنظیم میکنیم. ابتدا 4 یا 10 فرقی نداره. اگر از 4 شروع کنین برای موارد عادی تر، اگر از هنوز تجربه شما کمتره از 10 بگیرین. خب این را آرام آرام پیچ به سمت بالا حرکت میدیم و از قسمت عدسی چشمی نگاه میکنیم. چون این یک چشم هست باید یک چشم خودتان را ببندین و با یک چشم از این بالا نگاه کنید. استیج آرام به سمت بالا میارین. هر جا که تصویر برای شما واضح شد همونجا دیگه حرکت ندین. برای اینکه تصویر در ارتفاع مناسب قرار گرفته، حالا ما و شما با یک پیچ دیگه وضوح تصویر تنظیم میکنیم که یعنی تصویر واضح تر دیده شوه یا مات دیده شوه که نسبت به درجه بینایی هر کسی فرق میکنه. خب ما این را تنظیم میکنیم و حالا ما و شما یک حجراتی را از بافت از نسج پیاز یا حجرات نباتی را می‌بینیم که در قسمت مرکز این حجرات هسته ها به خوبی رنگ گرفته و رنگ هسته به رنگ آبی دیده میشه. شاگردای خوب توجه داشته باشید که دیگه در این نمونه ای که ما و شما تهیه کردیم ارگانول ها دیده نمیشه، فقط دیوار حجروی، سایتوپلازم و هسته حجره را ما و شما می‌بینیم. این تصویری بود که ما و شما دیدیم. خب شاگردای خوب، روش تهیه یک نمونه زنده را ما در اینجا برای شما آموزش دادیم. انشالله که شما متوجه شده باشید و مراحل را خوب خوب یاد گرفته باشید تا اگر یک زمان انشالله در یک لابراتواری کار کردید بتانید یک نمونه حداقل ابتدایی را
تهیه کنید. امیدوار هستم که از این درس و از این فعالیت امروز ما لذت برده باشید. همه شما عزیزان به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار شما.